شروع عملیات حفاظت دریایی آمریکا در خلیج فارس. تجمع‌های اعتراضی دانشجویان در تهران و کارگران در اصفهان و سیسخت. اعدام جمعی 8 زندانی در زندان گوهردشت کرج. خبرگزاری فرانسه گزارش داد با عملیات سنتینل آمریکا عملیات حفاظت از دریانوردی در خلیج فارس را شروع کرده است. بنا به این گزارش مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا گفت: خوشبختم که این عملیات در جریان است و انگلستان، استرالیا و بحرین به این تلاش پیوستند. وی با اشاره به رژیم ایران افزود: به زودی سایرین هم می پیوندند و این منطقه آرام می شود و برای رفتار تحریک‌آمیز بازدارنده است، گرچه نمی گویم بحران تمام است. کارگران بازنشستی کارخانه کاشی نیلوی اصفهان صبح امروز در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق و عقب افتاده مقابل استانداری رژیم تجمع کردند. کارگران در اعتراض به تحویل کارخانه به عوامل رژیم تحت عنوان خصوصی سازی و تعطیلی کارخانه اعتراض کردند. دانشجویان دانشکده هنر معماری تهران صبح امروز در اعتراض به انتقال دانشگاه آزاد به سوهانک تجمع کردند. اعتصاب کارگران شهرداری سیسخت در استان کهگیلویه و بویراحمد در اعتراض به پرداخت نشدن حقوقشان همچنان ادامه دارد. این کارگران از اول این هفته اعتصاب خود را شروع کردند و از جمع‌آوری زباله‌های سطح شهر خودداری کردند. به گفته کارگران، حقوق ماه‌های فروردین، اردیبهشت، خرداد، تیر و مرداد ماه سال جاری کارگران پرداخت نشده است. نشخیمان خامنه‌ای 8 زندانی را به طور جمعی در زندان گوهردشت اعدام کردند. اسامی این زندانیان که روز گذشته اعدام شدند عبارتند از منوچهر دهقانی، علیرضا بهراد، ابراهیم یارمتغلی، احمد قره‌بالایی، رضا موسوی برقانی، علیرضا آرایی، میرزایی و سیاوش اینانلو. آخوند هاشمزاده حریصی عضو خبرگان ارتجا به تنفر مردم از رژیم اعتراف کرد و گفت: خیال میکنیم بهتر از این نمیشود و کشور را گلستان کرده ایم و مردم به به و چهچه میکنند که آنها را در دنیا عزت داده ایم. اما هیچ آسیب شناسی و بررسی نمیکنیم که ببینیم اینگونه هست یا نه. همینطور سرمان را میاندازیم و به پیش میرویم. به خدا، قرآن، سوگند میدهم که به خودمان بیاییم. مردم از ما بدشان میآید و از ما ناراضی هستند. سیگال مندلکر، معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا در امور مقابله با تروریسم و اطلاعات مالی، درباره تحریم دو شبکه وابسته به برنامه موشکی رژیم ایران گفت: آمریکا تمام تلاش خود برای خنثی کردن توطئه‌های پیچیده رژیم ایران به منظور دستیابی به سلاح‌های هشدار جمعی را به کار می‌گیرد. وی به جامعه جهانی هشدار داد که مراقب پنهانکاری‌های رژیم ایران برای سوء استفاده از شرکت‌های خارجی باشند. مایک پومپئو در دیدار با خالد بن سلمان، جانشین وزیر دفاع عربستان سعودی در واشنگتن، بر ضرورت تقویت امنیت دریانوردی در منطقه تاکید کرد. وزارت خارجه آمریکا طی بیانیه‌ای در این رابطه گفت: مایک پومپئو و خالد بن سلمان فعالیت‌های رژیم ایران را که برهم‌دارنده ثبات در منطقه است، مورد بحث و بررسی قرار دادند.